سلام افغانستان، سلام مردم دوست داشتنی، هموطنان خوبم. امیدوارستم در هر کجایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین. و باز هم سراچه فرا رسید، من فرهاد را مکیستم. شما همین لحظه طلوع را بیننده هستین و آرزومند هستم که تا پایانی لحظات برنامه سراچه با ما باشین و از برنامه امشب ما لذت ببرین. قصه هایی که امشب با مهمان ما داریم، امشب قرار است مهمان را داشته باشیم که شاعر هستند، نویسنده هستند، خبرنگار هستند، کارهای خارق‌العاده انجام دادند. شما با چهرهشان و با نام نشانشان آشنا هستین. کسی که نابیناست اما هیچگاه فکر نکرده که نابینایی اصلا کدام محدودیت برش ایجاد کرده باشه یا ناتوانیست و نمیتانه، همیشه فکر کرده که من میتانم، من پیش میرم، من مبارزه میکنم و اگر سختی ها و بلندی ها و نشیب ها را هم تجربه کرده، مطمئنا هر کس در هر کار که باشه تجربه میکنه. ما میخوایم با پای قصه هایشان بشینیم و صحبت هایشان را بشنویم که چی گفتنیایی دارن، در دل خود را با ما داشته باشن. قسمی که همیشه میگم سراچه مکان است که چهره های متفاوت را میخوایم به شما معرفی بکنیم. امشب مهمان ما جناب همایون عزیزی، شاعر، نویسنده و خبرنگار هستند. بفرمایید جناب عزیزی صاحب، بیایید. سلام عزیزی صاحب بزرگوار. سلام جناب رمیش صاحب بزرگوار. بخیر هستین. سلام. بخیر هستین انشاءالله. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. بخیر باشین. بفرمایید عزیزی صاحب بزرگوار. بسیار زیاد تشکر. بخیر اومدین انشاءالله. شما سلامت باشین، زنده باشین، قربانتان. در قدم نخست اجازه بدهید که من به نوبه خود سلامای گرم و صمیمانه خود خدمت تمام بیننده های عزیزی که برنامه سراچه را عاشقانه بیننده هستند و خوشحال هستم که امروز در این برنامه خوب و پربیننده قرار دارم و دردهای دل خود، ناگفته های دل خود و تجارب زندگی خود با بیننده های عزیز و نازنین در میان بگذارم. فقط آنچه که من در رابطه با زندگی خود گفتم، از خاطرات زندگی خود، فقط میخوام که یک درس باشه برای جوانانی که حداقل توجه به مطالعه به درس ندارن. فقط میخوایم که تجارب زندگی خود به اونا قسمی در میان بگذارم که اونا بدانن که من که در حالی که یک نابینا هستم به ناتوانی برای همیش نگفتیم از ایام کودکی تا کنون و این یک درس خوبی باشه برای عزیزا و نازنینایی که کم تنبل هستن و توجهی به آینده خود ندارن. بخیر باشد جناب عزیزی، خیلی خوش آمدید و افتخار ماستید. ما کارهای شما را تعقیب کردیم همیشه و خیلی دوستم دارم، خود دانم شخصا و شخصیت دانه و گاه گاه در بعض از مجالس که با هم دیگه میبینیم مطمئنا دوست دارم که بیشتر از شما بشنوم و امشب افتخار بخشیدید که به برنامه آمدید. از اینجا شروع میکنیم، چند سال دارید و از کدام ولایت افغانستان هستید؟ سلامت باشین، زنده باشین. امی خانما را سنش پرسان نکنین و از مردها را ماش پرسان نکنین. بله. یا که از سن سال ما مرز جوانی را 80 سال تعیین کردیم. ما با آن که 37 سال دارم هنوز فکر میکنم که در سن 14 سالگی به سر میبرم و از هر لحظه زندگی خود به گونه بسیار خوبتر شادمانه لذت میبرم و کیف میکنم. بخیر باشین. چطور شما 80 سال تخمین زدین تا جوانی؟ خب مرز جوانی همی است. مرز جوانی ما همیشه برای همه عزیزا گفتیم زندگی خون دل خوردن نیست. آنچه که داریم، آنچه که خداوند برای ما ارزانی فرموده،
باید ما از همون لذت ببریم و از داشته های خود اظهار شکران بکنیم. و من سپاسگزار هستم پروردگاری را که امروز بر ما قوی حرف زدن عطا فرموده، اکسیژن را بدون کدام پرداخت پولی در اختیار ما قرار داده، آب و غذا را در اختیار ما قرار داده تا ما بتانیم زندگی بکنیم. بالکل بالکل. مگر نگفتید از کدام ولایت افغانستان است؟ بله، من از ولایت کابل هستم و زادگاه اصلی ما قریه قلعه لقمان که مربوط ولسوالی چهارآسیاب میشه، ما در اونجا زاده شدیم و بزرگ دوره کودکی ما دو بخش زندگی ما در دو مکان متفاوت سپری شده. دوره مرحله اول دوره کودکی را در منطقه سناتوریم دارلمان کابل سپری کردیم و بخش دیگی زندگی ما در بلاک های تایمسکن بودیم، در اونجا هم درس خوندیم و هم اما دوره کودکی ها را پشت سر گذاشتن. دوره کودکی ها و نوجوانی ها. بسیار خوب. حتما خود پرداختیم به دوره های مختلف زندگیتان. مکتب را در کجا خواندید و راهی دانشگاه شدید؟ بله، من مکتب از صنف اول الی صنف دوازده در لیسه مسلکی نابینایان خواندم و بعدش وارد دارالمعلمین سید جمال الدین افغان شدم و از اونجا با نمرات خوبی در بین بیناها فارغ شدم و بعدش به دانشگاه ادراک رفتم و اونجا ادبیات دری را فرا گرفتم و از دانشگاه ادراک نیز فارغ شدم. بسیار خوب. در یک حد ما خبر شدیم، از دوستان نزدیکانتان شنیدیم که در زمانی که شما سید جمال الدین افغان درس می‌خواندید، تعداد از همصنفیانتان یا هم استادانتان شما را اذیت می‌کرد. بله، اتفاقا زندگی ما، زندگی من که نابینا هستم، یک زندگی بسیار پرماجرا دارم، یک زندگی که سراسر خاطره هست، خاطره که گاه کام ما تلخ می سازه و گاهم برای ما انرژی مثبت تولید می کنم. انرژی مثبت به این معنا که امون شوخی ها، امون مذاق های بامزه یا بیمزه بگویم بود که مرا به سر پایم استاد کرد که در برابر دشواری ها مثل یک مبارز قوی بجنگم و بتانم ثابت بکنم که نابینایی ناتوانی نیست. امروزه که شما بالای ما نیشخند و پوسخند میزنین و زرخند میزنین، امروز امایون عزیزی که یک نابینای بیش نبوده امروز تانسته که ثابت بکنه که نابینایی ناتوانی نیست. بله، من در سال 1390 وارد دانشسرای سید جمال الدین افغان شدم، البته داخل خدمت. در روزای نخست که میرفتم من همیشه سعی میکردم که با سر وضع مرتب به صنف برم، همیشه دریشی میکردم، نکتایی بسته میکردم و بسیار منظم به صنف میرفتم. برای عزیزایی که هم قطار ما بودن، یعنی هم صنفی ما بودن، بر از اونا سوال خلق می شد که خب این جوان نابینایی که اینجا می آید چی می کنن؟ از من پرسان می کردن که خب شما چرا به اینجا می این؟ گاهی هم یک تعدادش بالای من نیشخند می زدن، گاهی هم و هم قطارای ما، و می گفت قاری صاحب تو چرا اینجا آمدی؟ ما که می آییم خب درس می خواندیم، برای آینده خود کار میکنیم، اما تو چرا به اینجا میای؟ و من برش میگفتم که برادر من، امروز اگر او توانمندی را که شما دارین ما هم داریم، ما هم میتونیم درس بخونیم، میتونیم در آینده برای این کشور مثمر واقع شویم. و بعضی استادایی بودن که من نمیخوام که از اونا یادآور شوم، حتی روزهای امتحان
و یا روزهای معمول که درس پرسان میشد از من درس پرسان نمی کردن و با آن که دست ما بلند میکرد و میگفتم استاد برای من اجازه بدین که من درس تشریح میکنم، میگفت نه شما بجایتان بشینین. و روزهای امتحان که هیچ فراموشم نمیشه، یکی از استادا گفت که قاری صاحب برات 55 نمره میتام و تو باید امتحان نتی. و من تاکید کردم، گفتم من نمیخوام که کسی نگاه عاطفی و ما داشته باشه. میخوایم که آنچه که زحمت کشیدیم، آنچه که تب تلاش کردیم، آنچه که در توانمندی ما بوده، ما میخوایم که از امو بر من نمره بدیم. و استاد به حد عصبانی شد که بسیار ناراحت کننده بود و می دوسی خود گرفت و سر میز زد و مرا گفت بشکم سوال بکنم از پیش. و این سوالایی را مطرح کرد از امو چپتر که هر کسی می بود در امتحانش چانس می خورد. اما خوشبختانه مایی که نابینا هستیم با دقت تمام درس می خوندیم، تلاش می کردیم و تانستم که بر از اونا ثابت بکنم. بالاخره دیدگاهشان در سمسترهای بعدی تغییر کرد نسبت به من. در قلب اداره جا پیدا کردم، در قلب آمرین امون بخش ادبیات دری آمر دیپارتمنتش جا پیدا کردم و تانستم که بر از اونا ثابت بکنم. بالاخره در سمستر آخر با نمرات بسیار خوبی از اونجا بسیار خوب. بسیار خوب عزیزی صاحب، همکارا میگن باید وقفه بگیریم، پس از وقفه دوباره میاییم حتما صحبت های دیگر هم میداشته باشیم. هموطنان عزیز شما همراه ما باشین، جای دیگر نرین. از تک تک تان میخواییم که تا آخرین دقایق ببینین برنامه را و صحبت ها و تجربیات آقای عزیز مستفید شوید. وقفه. بازم خوش آمدین و یک تشکری خاص و ویژه از اپی ماسف انرژی درینک. اگر دوست دارید که تغییر در خود احساس کنید، حتما از اپی ماسف انرژی درینک بنوشید و اون رقمی که میگن جادو میکنه، واقعا جادو میکنه. جناب عزیز های بیم برتان باز کنم اگر اشتها داشته باشید، اگر بخواید بنوشید. سلامت باشین. خیلی خوب است که امو گفتگوی خود با شنونده ها داشته باشیم تا بتانیم از این فرصت استفاده خوب تری بکنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. در چی گونه یک فامیل به دنیا آمدید؟ آیا دیگران همچنان نابینا هند؟ بله، اتفاقا ما در خانواده بزرگ شدیم که پدر مادرم این درد را پیش از ما تجربه کرده بود. در خانواده بزرگ شدیم که پدرم قبل از ما تجربه پاسمان نمودن زخمهای خواهران و برادران ما داشته و ما یک برادرم و دو همشیریم مثل ما از رحم مادر نابینا است، یعنی نابینای مادرزاد است. اما همه نابیناها تلاش کردیم، درس خواندیم، زحمت کشیدیم و تانستیم که با پای خود بیستیم. بسیار خوب. آقای عزیز، میخوایم بفهمم پدرجان و مادرجان خودشان بینا هستن، میبینند؟ بله. پدر و مادر دختر کاکا و بچه کاکای همدیگر هستن. و امروز طبابت ثابت کرده که بچه کاکا و دختر کاکا ازدواجشان بسیار بسیار مشکلاتی را به بار میاره. اکثرا ما در مکتب نابینایان مدت 13 سال است که به حیث آموزگار ایفای وظیفه میکنم، اکثرا فامیلای مراجعه میکنن به اونجا که قرابت فامیلی خیلی ها نزدیک دارن، یعنی بچه کاکا و دختر کاکا، بچه اما و بچه ماما، همین گونه
فامیلای مراجعه میکنن که نابینا دارای اختلال بینایی هستند فرزندانشان و مشکلات ناشنوایی دارن و دارای اختلال روانی هستند و مشکلات زیاده را با وجود آورده چنین ازدواج ها این راستی هم تبابت هم ثابت کرده و تجربه ها هم نشان میده اکثرا فامیلایی که پسر کاکا با دختر کاکا عروسی کرده این گونه مشکلات را داشته یقینا میخوایم از دنیای کودکانتان بپرسم دنیای کودکان شما چیگونه سپری شد؟ مثل میلیون ها کودک دیگر و یا نه تفاوت های در دنیای شما وجود داشته؟ بله دوره کودکی ما دوره خیلی جالب است ما این بخش های زندگی ما میخوایم با شنونده ها و بیننده های عزیز در میان بگذارم البته هدف ما این نیست که نگاه عاطفی به ما داشته باشند و به ما گریه بکنن و اشک بریزن فقط این یک تجربه است تجربه ای که هم تلخ است و هم شیرینی های خدا داره دوره کودکی ما هم چندان تفاوتی از کودکایی که بینا هستن چندان تفاوتی نداشته ما هم مشغول بازی های کودکانه می بودیم ما که فرزند چهارم خانواده هستم تا 6-7 سالگی ده اصلا با واژه نابینایی آشنا نبودم فقط گاه گاهی حس می کردم که با هم بازی های خود که بیرون می رفتم اونا می دویدن نم افتادن اما من می دویدم می افتادم من نمی تانستم بالای دیوار را برم من نمی تانستم بعضی بازی های کودکانه دیگه را انجام بدم یکی از روزهایی که هیچگاه فراموشم نمیشه که درج خاطرات زندگیم هم شده پدرم کبوتر عاشق کبوتر بود کفترهای زیادی داشت و یکی از روزها که من و بام بالا شدم و میخواستم کبوتر را بپرانم با بام دویدم و خواستم کبوترهای پدرم را پرواز بدم و از دو منزل با پایین افتادم مادرم مرا به آغوش گرفت و طرف شفاخانه می برد و ای بسیار دردآور بود که درا گیریه می کرد از بدنصیبی های خود قصه می کرد که خدایا تا کی مورد آزمایش قرار می دی وقتی که من دوباره از بیمارستان برگشتم دست به دامن مادر شدم که مادر چرا من هر بار می افتم چرا و مادر ناگزیر شد که برای من بگه که بچه تو نابیناستی بدون کمک کسی حرکت کرده نمیتونی خب در ابتدا با آن که کودک بودم کودک متجسس بودم اما برای من خیلی دردآور بود اما پدرم میگفت نه بچه شما باید مبارزه بکنیم مادرم میگفت نه باید بچه درس بخونی و ما هم یک زندگی مبارزه ای را اختیار کردیم گاگایی که با مادرم خانه اقارب ما می رفتیم خیلی ها مورد اذیت آزار قرار می گرفتیم خیلی ها گاگای طفلا از دور می آمد کودکایی که هم سن سال ما بودن با ما را تله می کردن که ما بیفتیم گاهی با سنگ از دور می زدن و بسیار دردآور بود بر من اما من خدا را سپاسگزار هستم که هر باری که با چنین مشکل برمی خوردم مادر پدر برای من انرژی می داد انرژی مثبت می داد و من به فکر آینده روشن بودم بسیار خوب بسیار خوب و فعلا و آینده روشن را دریافت کردید و در اون مسیر روان هستید افتخار ما و افتخار تمام مردم افغانستان هستید سلام در کدام مرحله زندگی شما
کودکان یا نوجوانان یا جوانان بر شما پیش خانه چخوری میکندن تا دو چخوری بفتین؟ بله، بعضی از دوستا و اقارب خویشاوندای ما بودن که اونا میخواستن که لباسای ما آلوده شود، پیش روی ما چخوری میکندن و یا ای کس کنار شان رد میشدیم به نحوه با آب آلود با آب کثیف و سر لباس ما میریختن که تا لباس ما لکی برداره تا ما نتانیم به کورس مراجعه بکنیم. اما با آن هم تمام مشقات پشت سر گذاشتنده قبول کرده و تلاش میکردم که درس بخوانم. بسیار عالی. عزیزا عالم، یک وقفه بسیار کوتاه داریم، وقفه را میبینیم، پس از دیدن وقفه دوباره بر میگردیم. همچنان برنامه سراچه ادامه داره. از شما مجددن میخواییم که تا آخرین دقایق به پای صحبتهای جناب عزیزی بشینید و برنامه را ببینید. وقفه، دوباره بر میگردیم. امیدوار هستم روزهای زمستان با دلهای گرم در کانون خانوادگیتان سپری کنید و زمستان باشه که خاطرات خوش بر جا بگذاره برتان. گرچه میدانم که وضعیت نیست که ما خیلی خوشحال باشیم، هموطنان ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبرند. آرزوی از این هم دارم که ما به یک همنوع خود کمک کنیم، اگر میتونیم یک کار بر همدیگر انجام بدیم دست نکشید. همی لحظه که برنامه ما را میبینین، همی لحظه که سراچه را تماشا میکنین، اگر شما وضعیت اقتصادیتان خوب است، همسایه پالیتان رو ببینین که اگر وضعیتشان خوب نیست کمکشان کنین، برش چوب بخرید، زغال سنگ بخرید، دیگه مواد غذایی و تمام چیزی که از دستان میه همراهشان بکنید و انجام بدید. جناب عزیزی صاحب، گاه شده که نابینایی برات یک محدودیت وضع کرده باشه و در یک قسمت کار شما دست کشیده باشین از اون کار که باید انجام بدید و دل سرد شده باشید؟ یک چیز جناب رامکی صاحب عزیز، میخوایم خدمت شما و بیننده های عزیز برز برسانم این که اصلا نشد وجود نداره در قاموس ما، اصلا نشد وجود نداره. یعنی تماما کارهایی که هر انسان بخواید تلاش کنه میتونه به او موفقیت دست بیافه. شما باور بکنین از موفقیت هایی ما کرده ما بیشتر افتادیم، بیشتر زمین خوردیم، اما تلاش کردیم که امو کار به سر برسانم. متاسفانه در این جامعه که ما زندگی میکنیم، جامعه جنگ زده است. بیش از 14 است که ما دوچار دغدغه‌های راکت پراگنی، انفجار، بی‌عدالتی، نابسامانی بودیم و هستیم و داریم با این نفس میکشیم و گوش ما با همین خشونت ها آشناست. امروز نسل بعد که میبینین، بعد از ما نسل هایی که آمدن، شما اگر متوجه باشین خیلی خشن هستن، با پدر احترام و حرمت نمیگذارن، با مادر ارج نمیگذارن. ای چی است که امین نابسامانی هایی که در کشور عزیز ما حکم فرما بوده، ای سخت آسیب رسانده بالای روانه همه انسان ها. و بله، ما هم با یک سلسله موفقیت هایی که میخواستیم در گذشته و حالا میخواییم که با او دست پیدا بکنیم، متاسفانه مقامات ما، دولت مردای ما اصلا دیدگاهشان امی است که نابینایی ناتوانی است و به توانمندی ما نابینایان توجه ندارند.
شما در بخش خبرنگاری هم درس خواندید. چطور هوای خبرنگار شدن به سرتان زد؟ کدام داستان داشت؟ بله، ما از ایام کودکی عاشق رادیو بودم، با رادیو نفس می کشیدم. از ایام کودکی در ذهنم بود که روز بتانم در پشت مایک رادیو بشینم و با شنونده ها مخاطب باشم. این یگانه آرزوی ما بود که خوشبختانه تانستم در رسانه نی مراجعه بکنم و اونجا اساسات خبرنگاری را فرا بگیرم و با رادیوی نی کار آغاز بکنم و همچنان بعضی همکاری هایی که با رادیوی آموزگار داشتیم که برنامه دریچه بود و برنامه های دیگی بود که گاگای می رفتیم و می ششتیم و صحبت می کردیم، با شنونده ها مخاطب بودیم و این یگانه آرزوی ما بوده. با او آرزو دست پیدا کردم. اما آنچه که من توقع دارم، آنچه که من آرزو دارم، با او یک سلسله آرزوهای خود دست نیافتیم. اما خوشبختانه امروز زندگی پر از خوشی ها، زندگی پر از شادمانی ها را دارم تجربه می کنم و از داشته های خود لذت می برم. بسیار خوب، چقدر نام خدا با انگیزه صحبت میکنین جناب عزیزی و بسیار لذت میبرم از صحبت کردن شما. امیدوارستم که مخاطبین ما متوجه شده باشن و ببینن برنامه را تا پایانی لحظات، تا پایانی لحظات برنامه را بینده باشن. سلامت باشین. من جناب رامکی صاحب، بعضی خاطرات زندگی خود که باشنم با بیننده های عزیز در میان گذاشتم، ما البته به این معنا نیست که، بازم یک بار دیگه میخوایم تکرار بکنم، به این معنا نیست که اونا به ما دل بسوزانن و بگوین که ای آدم والا بیچاره نابینا است و چنین مشکلات. شما به این فکر بکنین که فرزندایتان برش ذهنیت بتین، برش انگیزه بتین و بگوین که یک جوانی که نابینا است، یک جوانی که با دشواری ها نفس کشیده، تانسته که دانشگاه بخونه، تانسته که در حوزه خبرنگاری کار بکنه، تانسته که دو کتابش به چاپ برسه، شاعر نویسنده است و با دوستای همکاری بکنه، برشان تصنیف بده تا آهنگ بخونه و ایده برشان ذهنیت بده تا یک درس خوبی باشه. بسیار خوب، بسیار عالی. موفق باشین در زندگیتان. سلامت. عالم وقفه داریم ایزا، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم. بیایید برید وقفه، دوباره برمیگردیم. یعنی بخیر دوباره آمدیم. شما طلو را میبینین و من فرهاد را مکیستم. جناب معین عزیزی در کنار ما هستند. در حال حاضر مصروف چی کار هستید؟ اگر ساده تر بگویم مصارف فامیل نام خدا تقریبا بزرگ از کجا آمد اسمیه؟ بله، من همین اکنون مشغول تدریس کودکای نابینا هستم که در اونجا بیش از 300 کودک نابینا و نوجوانا تشریف میارن و به یک امید آینده روشن تلاش میکنن و درس میخونن و من بر حال آموزگار هستم و از امو ماشه که به دست میاد زندگی میکنم و زندگی خودم مطابق امو عیار ساخته. بسیار خوب. جناب عزیزی، همه ما گاه با خداوند که ما راست کرده راز و نیاز میکنیم، گاه در تاریکی شبها و گاه هم در بلندی ها، در ارتفاعات بلند. اما خودت راز که با خداوند شریک ساختی و همیشه وقت با خداوند
این رازت را شریک میکنی چی بوده؟ ما بیشتر یگانه موضوعی که همیشه با پروردگارم در میان میگذارم، ما سپاسگزاری میکنم از پروردگارم که بر ما نیرو داده تا بتانم خدمت بکنم برای کشور خود، برای مردم خود. امی که خداوند اگر قدرت بینایی را از ما گرفته، در برابر از او برای ما بسیار موفقیت ها را برای ما ارزانی فرموده که امروز ما سپاسگزار هستم از پروردگار خود. اگر صدها بار ما به پروردگارم سجده بکنم و اظهار شکران بکنم، بازم نمیتونم کوچکترین بزرگی را که در حق ما کرده ادا بکنم. واقعا پروردگار ما برای ما بهترین زندگی را عطا فرموده، بهترین رفیقا، بهترین دوستا که همه اهل دلن و با ایشان میتونم اما نگفته های دل خود در قالب شعر بیان بکنم. و قسمی که شما هم میبینین در فیسبوک من، کوچکترین چیزی که میگذارم بزرگترین محبت ها را مردم عزیزم تقدیم میکنم. یقینا و اینجا سپاسگزاری است. بسیار خوب، خاطره جالبتان را در فیسبوک تا نوشته کرده بودین و او خاطره ای بود که یک بار تصمیم گرفته تا پول از جیب پدرتان بدزدید و نهایت ماجرا چی شد و چرا میخواستید این پول را دزدی کنید؟ من بسیار آرزو داشتم که کستای دریا را داشته باشم و من پول نداشتم که برم کستای فرهاد دریا را بخرم. بالاخره تصمیم گرفتم تا از جیب پدر پول بدستم و اتفاقا رفتم و امون موقعیتی که کرتی خود آویزان میکرد امون موقعیت پیدا کردم و پول از جیب پدرم دزدیدم، در حالی که پدرم بیدار بوده. و وقتی میخواستم دوباره کرتی را به امو کودبند آویزان بکنم، متاسفانه نتانستم او را پیدا بکنم. در تلاش ازی بودم که باید پیدا شوه، اما پدرم گفت مرا کرتی را برم که من به سر جایش بگذارم. من کاملا در حالت دیگه قرار گرفتم، یعنی زمین زیر پایم گم شده بود. حیران بودم که چی بگویم و پول به پدرم دادم، گفتم همین اشتباه را کردیم. همیشه در فیسبوک می نویسید و می خوانید، این را چطوری کار انجام میدین آقای عزیزی؟ بله، در سال 2014 من یک سفر کوتاه به کشور هندوستان داشتم که خوشبختانه در اونجا امو با تکنولوژی آشنا شدم. من خب میخوایم یک چند سال بقیه برگردم. من در سال 2003 زبان انگلیسی را تا مقطی تافل خواندم. نام خدا. و کاملا انگلیسی روان صحبت میکنم. خب یک مدتی که از محیط دور شدیم شاید فراموش شده باشه، اما کلن انگلیسی راحت صحبت کرده میدانم. بسیار خوب. و در سال 2014 من به کشور هندوستان رفتم و در اینجا پروگرام های کامپیوتر که ویژی نابینایان است فرا گرفتم. در کامپیوتر یک سافتویر وجود داره که امریکایی‌ها برای نابینای خود شرکت فریدم ساینتیفیک کار کردن و یک برنامه را طراحی کردن زیر جاز، زیر نام برنامه جاز، که او برنامه وقتی که با کامپیوتر انستال میکنی کامپیوتر کاملا گویا میشه، البته متنهای انگلیسی را. بعدا ایرانی ها وارد کار شدن، ایرانی ها هم برنامه نوید 3 و نوید 4 ساختن که شامل کتابخانه و برنامه های دیگه بود که او هم به شکل گویا متنها را میخوان و همچنان برنامه دیگر را طراحی کردن زیر نام پارساوا و بقیه برنامه های دیگه را ساختن. و امروز هم که شما میبینین من از تلفن هوشمند
از تلفن گلکسی نرمال که شما استفاده میکنین ما هم استفاده میکنیم و متن یک برنامه را زیر نام اسپیک در اینجا نصب کردیم و متن هایی که برام کسای متن هایی را که میفرسته و یا پیام هایی که میفرسته برام امین میخونه و پیام هایی که من مینویسم اما تلفن من وقتی که لمس میکنم برام میگه که در کدام موقعیت قرار دارم بالای کدام حرف قرار دارم وقتی که دست من بلند میکنم نوشته میشه و بسیار راحتی میتونم نوشته بکنم بسیار همین دو مجموعه من که چاپ شده دو مجموعه من کلن کار کامپیوتریش خودم کردیم یعنی همهش خودم نوشتیم و دادیم به چاپ که به چاپ بسیار خوب بسیار خوب وقفه داریم بازم دوستا وقفه داریم و در بخش پایانی برنامه ما را همراهی کنید و با ما باشین جای نرین حالا فقط بریم دیگه وقفه بگیریم دوباره برمیگردیم بخش پایانی برنامه و چند نام را می نویسم در مورد این چهره ها نظر جناب عزیزی صاحب می داشته باشیم چهره ها را چهره های فرهنگی انتخاب کردیم اولین نام از آقای پرتو نادری پرتو نادری کوهی از رفاقت، کوهی از مهربانی بسیار خوب در مورد شهید یما سیاوش میخوایم نظر شما رو بشنویم کسی که داغش تا دم مرگم فراموشم نمیشه کسی که جانم بود و جهانم کسی که بزرگترین محبت ها رو برام تقدیم میکرد روح بسیار. شاد بسیار عالی آقای جاوید فرهاد شاعر و نویسنده افغانستان استاد جاوید فرهاد بیگمان که یکی از غنیمت های بزرگ روزگار ما است که متاسفانه من با یکی از پست های فیسبوکیشان روبرو شدم که نوشته بودن با مشکلات اقتصادی روبرو هستم من آرزو دارم که برای استاد نازنین یاری و همکاری برسانین که واقعا با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنه و پست فیسبوکیش واقعا مرا بسیار پریشان و ناراحت ساخت و نام بعدی آقای ممنون مقصودی ممنون مقصودی یکی از پیش کسوتان سینما هست واقعا هم شخصیتش دوست دارم هم خودش دوست دارم و هم دکلمه های زیبا و صمیمانه‌اش دوست دارم آخرین نام چهره سیاسی را میخوایم که نظرتان بشتم جناب آمد کرزی آمد کرزی واقعا یک شخصیت بسیار نازنین است که من واقعا خیلی دوستش دارم و واقعا یک شخصیتی است که ما زندگی در دوری حکومتش واقعا خوب تجربه کردیم بسیار خوب تشکر جناب عزیزی صاحب فقط چند سوال دیگه کوتاه جواب بدید بسیار خوشحال میشم استان اولی که یک سال و چند ماه از امارت اسلامی گذشت وضعیت اقتصادی، وضعیت روحی، وضعیت فیزیکی تان در کل در این یک سال چند ماه چطور بود و روزای تلخ شیرین که تجربه کردین بر ما و دوستای ما حکایت کنین خب وضعیت اقتصادی را کنار میگذاریم دو مرحله حکومت جمهوریت هم ما معلم بودیم و وظیفت آموزگار کار میکردیم و حال هم امو آموزگار هستیم اما در این حدود یک و نیم سال واقعا من فراز نشیب زندگی را پشت سر گذاشتندم یعنی یک تعداد از دوستایی هستند که گاه گاه برای من
درد می آفرینن و شما شاید متوجه بوده باشین که من موهای بلند داشتم، موهای بسیار زیاد داشتم و اتفاقا در منطقه دارلمان سناتوری هم ما در میان را بودیم که یک تعداد پایین شدن افراد و واقعا مرا پریشان ساختن و موهای پیشروی مکمل چشیده بود و وجودم زخم برداشته بود و با مشکلات مرا روبرو ساختن که تا موهای من تراشیدم و این دردآور است. من در آینده از دولت مردای خود آرزو میکنم که توجه بکنن و هیچگاه برای این قشر خصوصا طبقه نابینا و ناشنوا مشکلات را ایجاد نکنن و مورد اذیت و آزار قرار ندن. من متاسف هستم واقعا جناب عزیزی صاحب و از افرادی که با شما این گونه برخورد کرده. تشکر، ما خداحافظی میکنیم. تشکر از اینکه به برنامه ما آمدین جناب عزیز صاحب، خیلی ممنون از شما و تشکر میکنم از شما هموطنای عزیز. در پایان یک شعر بسیار کوتاه با وصف وطن شاید در حدود یک دقیقه از جناب عزیز صاحب میشنویم. خدا نگهدار همتان، وقتتان خوش. ای قوم با فرهنگ با، ای قلب خاور زنده باد، ما مرد میدان می شویم. الله اکبر زنده باد. تو میهن زیبای من، تو شمس و مولانای من، شور و شعور و عاطفه در قلب تو شد جای من. ای وطن، ای زادگاه دانش و فرزنده باد. ای جوانان وطن، ای قهرمانان وطن، همدلی و همگرایی را نوید آورده اید. زنده باد و زنده باد ای ملت آزادگان، زنده باد ای حامیان خوب کشور، زنده باد، زنده باد ای حامیان خوب کشور، زنده باد، زنده باد مردم غیور افغانستان. بخیر باشین، تشکر، خدا نگهدارتان دوستا، اوقات خوش داشته باشین. تشکر جناب عزیز صاحب.